به نام او که میبیند اما سکوت میکند. سلام، شما بیننده پرونده مستند هستید. من پویان مقدم هستم، روانشناس و مشاور خانواده، و قرار هست که در استدیوی ضبط این برنامه در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ در این برنامه به سراغ یک پرونده سرقت بریم. تا چند لحظه دیگه شما اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده دریافت خواهید کرد. ساعت 6:30 صبح در تابستان سال گذشته سرقت از چندین مغازه فرش فروشی در سطح شهر تهران به پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد. با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار همکارانم در اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در بررسی اولیه مشخص شد که این افرادی که اقدام به سرقت می‌کنند یک باند 8 نفره هستند. در یک مورد سرقتشون از یک مغازه فرش فروشی 1,300,000,000 تومان فرش سرقت کرده بودند که در حین سرقت چند نفر از اهالی محل با اونها درگیر میشن که با سلاح سرد و همچنین با یک سلاح کمری اقدام به سرقت و فرار از محل میکنن. روش سرقت اینها به این صورت بود که با استفاده از سیم بوکسل درب ورودی رو به خودرو ماکسیما متصل می‌کردن و اقدام به تخریبش می‌کردن، یا اینکه با استفاده از هوابرش و قیچی اقدام به تخریب درب ورودی می‌کردن. هر 8 نفر این باند توسط همکارانم هم در اداره یکم پلیس آگاهی شناسایی شدن در تهران و چند شهر اطراف تهران و همچنین در یکی از شهرهای غربی کشور دستگیر شدند. هر 8 نفر به پلیس آگاهی منتقل شدند. در تحقیقات اولیه به چندین مورد سرقت فرش فروشی در تهران و همچنین شهرهای اطراف تهران اعتراف کردند. کل مبلغ سرقتی اینها، فرشایی که سرقت کردند، بالغ بر 10,000,000,000 تومان میشه. از مخفیگاه اینها حدود 70 تخته فرش نفیس کشف و ضبط شد و همچنین آلات و ادوات سرقت شامل قیچی، سیم بوکسل و همچنین هوابرش هم کشف و ضبط شد. به چه اتهامی دستگیر شدی؟ سرقت اماکن. سرقت اماکن یعنی چی؟ فرش فروشی و ابریشم فروشی های تهران. فرش فروشی ها بیشتر سراغ فرش های ابریشم و نفیس میرفت. بله. اسمت چیه؟ بهمن. سابقه قبلی؟ سابقه نه، سابقه سرقت اماکن نه، سابقه سرقت خودرو داشت. چند تا؟ یه دونه. چه سالی؟ 92. 92 دستگیر شدی با چند تا سرقت؟ یه دونه. چی بود ماشین؟ مزدا. مزدا. چند وقت داخل بودی؟ حدود 2 ماه. 2 ماه بعدش اومدی بیرون. بله. شغل ثابتت چیه؟ تو کار ساختمون هست. ساخت و ساز ساختمون یا خرید و فروش؟ تو کار خرید و فروش. از بنگاه؟ بله. کار بنگاه. درآمدت خوب بود قبل از این؟ بله. مشکل مالی داشت اومدی دنبال سرقت؟ نه. انگیزت چی بود؟ رفاقت، هیجان. رفاقت و هیجان. میشه توضیح بدی؟ با این دوستم که بودم، خب به هر حال این کار رو بلد بودن. خب بعد گفتم این کاری بی درد سر، یه پولی یه دفعه میاد دستمون. شما که نیاز مالی نداشتی؟ پولی هم نگرفتیم، اما خب به هر حال تمکار میشه آدم دیگه. خب بعد منم بیشتر همیشه من راننده بودم. رانندگیت خوبه؟ رانندگی خوب بود، فقط بخاطر از چند سالگی رانندگی میکنی؟ از 10 سال. سرقت ها رو کجا انجام میدادید؟ بیشتر سمت غرب تهران. چرا غرب تهران؟ چون بیشتر غرب آشنایی داشتیم، خیابوناشو، کوچه پس کوچه‌هاشو. بچه همون غرب تهرانی؟ بله. چه وقته با این دوستت آشنا شدی؟ حدود 1.5 سال.
میشه توضیح بدی با هم دیگه چطور رفیق شدید؟ من با یکی از دوستام توی مهمونی با هم دوست شدیم، بعد برگشتنی اون دید که مثلا دست فرمون من خوبه، چون من با ماشین خودم بودم اون موقع زانتیا داشتم. خب بعد یه هفته که گفت بریم کرج پیش یکی از دوستام، رفتیم پیش این دوستمون، بعد دیگه صحبت شد، چون این دوستمون داداشش قبلا سابقه همچین کاری رو داشتش. سابقه چی داشت؟ سابقه همین فرش، سرقت فرش. بله، 8-9 سال هم الان تو زندانه. بعد دیگه پیشنهاد داد، گفتش که بیا این کارو بکنیم تا کاریت نباشه، چند تا کار انجام میدیم، اینا خودشون میارن میفروشن، تو فقط رانندگی کن. پیشنهاد کارهای دیگه چی؟ نه کار دیگه ای نداشتیم، ما فقط فرش فروشی بود. تو این 17 فقر سرقت چند تخت فرش بردی؟ حدود 70-80. 80 تخت فرش تو 17 فقر سرقت. حدودا. ساعتهای سرقت کی بود؟ 4-5 صبح. چرا 4-5 صبح؟ اون 4-5 صبح خیابونا خلوت‌تره، بعد مردم هم که خواب بودن، یه اوج خواب بود اون موقع. سلام میکنم به بهمن و تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادی تا بتونیم از اطلاعات تو استفاده بکنیم. خواهش. تا بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم که چرا این اتفاق افتاده و بتونیم پیشاگهی‌هاش رو پیدا بکنیم. چطور میشه که تو 10 سالگی پشت فرمون میشینی و والدین تو باز خودشون چیه به این رانندگی تو در 10 سالگی؟ من خودم یواشکی سوار میشدم. خود یواشکی سوار میشد. چی باعث میشد که تو 10 سالگی تو دوست داشته باشی رانندگی بکنی؟ دوست داشتم جلوتر باشم، دوست داشتم رانندگی از اول. دوست داشتی جلوتر باشم. سرقتاتون چند نفره میرفتین انجام میدادید؟ معمولا 3 یا 4 نفر. 3 یا 4 نفره. بل. یکیش که پای ثابت شما بودی، راننده بودی. بله. نفر دوم کی بود؟ نفر دوم فرهاد بود. خب که قفلای مغازه ها رو میشکست، کرکره رو میدادن بالا. بعد اون نفر سوم اگر نیاز بود زیر کرکره وای میستاد. نفر چهارم هم که فرشا رو میآوردن. آها. اون نفر سوم چهارم رو کی انتخاب میکرد؟ خود فرهاد. اون را کجا میشناخت؟ همه هم شریاش بودن، دوستاش بودن. دوستاش بودن. میتونیم بگیم فرها سرکرده گروه بود؟ تقریبا. تقریبا چرا؟ یعنی بله دیگه. بله. آقا فرهاد شما؟ بله. سرکرده گروه دیگه. سرکرده که نمیشه، ما یه گروه بودیم، ما هم دیگه کار میکردیم. یه گروه چند نفره بودید آقا فرهاد؟ گروه 2 نفره بودیم، بعد این موقع 1 نفر به ما اضافه میشد یا نهایتاً 2 نفر. این بحث سرقت از کلن از کجا کلید خورد؟ از همون منطقه ای که زندگی میکردم، من مشغول یه قهوه خونه داشتم که پس بیکار نبودی؟ بله. بیکار نبودی که؟ نه بیکار نبودی. درآمدت چقدر بود اونجا؟ درآمد خوب نبود، چون درآمدم خیلی کم بود و اماکن به مجوز کارم خیلی بدون مجوز بود. بدون، چون مجوز نمیدادن اصلا، به شرایط خاصی. خب شرایطشو نداشتی؟ شرایطشو نداشتم. خب منم شریکی بودم با رفیقم، با یکی از همین کسایی که توی گروه این سرقت ها بود. بله. یه مدتی چند ماه این مغازه رو ما داشتیم، قهوه‌خونه رو داشتیم. بعد از اون با طریق یکی من با بهمن آشنا شدم. از طریق یکی از دوستات شما اومدی با بهمن آشنا شدی؟ بهمن آشنا شدم. دیدی رانندگیش خوبه؟ دیگه رانندگیش بله دیگه، میگفتم اصلا تهران و بلدم دیگه. بی درآمدی باز شد که گفت یه چند تا کار بتونیم بزنیم. حالا قصد کی پیشنهاد سرقت رو؟ پیشنهاد سرقت رو همون شخص داد، همون شخصی که با ما جیب، چون سارقم بود. کی بود اون شخص؟ یک شخص اسم برم. نسبتی داره با شما؟ دوستم بوده. دوستتون بود. بله. خب اونم تو سرقت ها بود؟ بله. دو تا تو تمام نه. سرقت ها؟ دو تا سرقت اول بود، یه مبلغی که جمع کرد رفت و چرا شما ادامه دادی بعدش؟ والله دیگه ما احتیاج پول آنچنانی دست ما رو نگرفت که بگیم مثلا میخوام مشکلاتمون رو حل بکنه، مجبور شدیم دوباره ادامه بدیم. یعنی کسی که به عنوان پیشنهاد دهنده سرقت ها بود، بله، بعد از یکی دو فقر سرقت خودش رو کشید کنار. تقریبا سه فقر سرقت اومد و دیگه نه. بله. دیگه نه. اما شما ادامه دادید. ما ماله، چون پول چندانی نبود. پیشنهاد ادامه سرقت ها با کی بود؟ پیشنهاد ادامه بگم با کسی، خودمون دیگه، منم بهمن با هم دیگه قرار شدید. اما بهمن گفتش که بیشتر این پیشنهاد از طرف شما بوده. نه والله، من گفت خودشم بود، گفتم یه چند تا کار با هم دیگه انجام بدیم،
چند تا کار یعنی تا که در حد یه مبلغ خاصی، مثلا چقدر می‌خواستی؟ مثلا در حد 40 تومن یا 50 تومن پول داشته باشیم که بتونیم مثلا یه کاری باهاش بتونیم بکنیم. داشتین که؟ نداشتیم. گفتی که از 80 تخت فرش 35 تا حدود 35 تاشو فروختین. بله. 100 میلیون تومن گیر هر کل گروه افتاد. به شما چقدر رسید؟ حدود 13 میلیون 14 میلیون. بگیم مثلا 15 میلیون. خوبه؟ میشد. کمتر بوده که بیشتر نبوده. این 15 میلیون تومن کجا رفت؟ خرج. میشه بگی چه جوری؟ خرجای اضافه، خرجای بیرون، تفریح. مثلا چون یک جا هم نبود، خورد خورد بود، مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون اینجوری بود. خرج خونه خودمون میدونی میشود. چرا من این سوالو کردم؟ چون بلد. اول صحبتمون گفتی من نیاز مالی نداشتم. درسته. برای همین می‌خواستم ببینم این 15 میلیون تا من حالا بود. کمتر چجور هزینه شد؟ با توجه به اینکه شما اصلا نیاز مالی نداشتی. از درآمد خودت چقدر بود ماهیانه؟ من درآمد خودم که معلوم نمی‌کرد. یه ماه کم بود، یه ماه زیاد بود. اما چون من خونه مجردی داشتم توی چیز، به خاطر همون سمت پونک. خب بعد مثلا اجاره خونه ها رو من میدادم، خرج خونه پای من بود. کوچه خونه مجردی، مگه خانواده ندارید؟ دیگه جوونی. چند وقت خونه مجردی دارید؟ حدود یک سال. یک سال خونه مجردی. میانگین هزینه خونه مجردی چقدره؟ ماهی حدود 7 تومن، 6 تومن. 7 میلیون، 8 میلیون. 6 میلیون، 7 میلیون. 6 میلیون، 7 میلیون شما هزینه خونه مجردی ته؟ 2 میلیون فقط اجاره داشتیم. اگه خونه چقدری بود 2 میلیون میدادی؟ خب پول پیشمون کم بود، 15 میلیون بود. بعد تو برج زندگی میکردیم. آه شما خونه مجردی دیدیم تو برج انتخاب کردیم. بله. مهمونی میگرفتید اونجا دیگه. ما کلن از کارهایی که با اون بهمن انجام داده بودیم 60 میلیون تومن فروش داشتیم ازش. 100 میلیون تومن بهمن گفته که ما فروختیم. تو کلشون، تو بقیه کارام کلن. خب ما اون کارهای اولیه که میگم 60 میلیون بود که اون رابطی هم که واسه ما اینا رو فروخ 6 میلیون برد. تقریبا نوری 10-12 تومن. مثلا یه فرش 10 میلیون رو چقدر میفروختین شما؟ تقریبا 3 یا 4 تومن، 3 تومن، یک سوم دیگه. تاش خریدار میدونست که این اموال مسروق هست؟ همشون میدونستن. بله. یعنی شاید به یک سوم کمتر از قیمت واقعی. یک سوم سقفش بود، کمتر از اونم میفروختیم. فرهاد بهت سلام میکنم. ممنونم از اینکه وقت تو ما میدی و اطلاعاتی رو که ما میخوایم در اختیار ما میذاری، البته اونهایی رو که دوسته. به من بگو که چند سالته؟ من 32 سالم. 32 سالت. تحصیلات؟ سیکل. سیکل. شغلی که تا الان داشتی چی بود؟ من قبل از اینکه یک قهوه خانه داشتم شهرستانای بندری مشغول به آلموتور و قالب بندی بودم. توی کار ساختمونی که میشه کار موتور رو بستی یا تو کار ساختمون؟ بله. و بعدش هم قهوه خانه؟ بله. چه مدت تو قهوه خانه بودی؟ مدت 6 ماه تا 7 ماه. 6 ماه. آلموتور بندی رو بیشتر دوست داشتی یا قهوه خانه؟ سخت بود دیگه، آلموتور یه کار سختیه. سخت. که بله. چند تا بچه این؟ ما 4 تا. 4. شما فرزند چندم؟ من دوم هست. دومی. فاصله سنی با فرزند قبلی و بعدی چقدره؟ تقریبا مصفاز من فرزند دوم 2 سال فاصله قبلی با برادر بزرگترم و با خواهر کوچیکترم اونم 2 سال بود. 2 سال. یکی از برادرهای شما الان داخل زندان هست. بله. در کودکی رابطت باش خوب؟ خیلی خوب بود. خیلی هم دوستش داشتم و دارم. ولی حامی شما بود که دوستش داشتم. حامی که نه، ولی دوستش داشتم. چرا دوستش داشتی؟ دیگه برادرم بود، خیلی هم با هم دیگه ما اصلا رابطه خانوادگیمون خونیمون خیلی صمیمی هستیم. همین الان هم که مثلا چندی سال زندانه و کل خانواده ما صمیمیم با هم دیگه. یه جوری که خونه دماغ یکی بیاد تمام خانواده عزا میگیرن در این حد. خب بریم سراغ این ماشینه که تو سرقت ازش استفاده کرد. ماشین چی بود؟ ماکسیما. تو هر 17 تا سرقت ماکسیما بود؟ بله. چه رنگی بود ماشیناتون؟ سفید، نکمه دادی، عنابی. برای همین باندتون معروف شد به باند ماکسیما. بله. خب ماکسیما مگه ضد سرقت نیست؟ بعضی ها این تصور رو دارن. ماکسیما ضد سرقت هست، اما خب هر ماشین نقطه ضعف خودش رو داره. این ماکسیما رو تو عرض چند دقیقه
سرقت میکردید؟ حدود 5 دقیقه. یعنی 5 دقیقه شما یه ماکسیمو رو راحت سرقت میکردید؟ بله. شاید هم کمتر. شاید هم کمتر. این سرقت توسط کی انجام میشد؟ من با دوستم. شما مشتاله فکر میکنم یه جورایی دستت به خیلی کارا هستش آقا. دیگه دوتایی با هم هر کدوم توی قسمتی بود. سرقت با ماشین پس توسط شما، چون سابقه قبلیتون سرقت خودرو بود دیگه. بله. اونم از طریق یکی از دوستامون که اولشون به من یاد داده بود که تو سرقت اول با ما بود، چون من اصلا ماکسیما سر در نمی آوردم. اولین ماشینی که آورده بودیم یک نفر از همون 8 نفر رفتش، تو 2 تا کار با ما بود رفتش کلن. خب چرا ادامه نداد با شما؟ تو حساب و کتاب به اختلاف خوردیم؟ بله. اون نفرات سوم و چهارمی که می آورد داخل گروه دوستای شما بودن؟ بله. شما معرفی میکردین؟ معرفی نمیکردیم، اونا هم همونجا تو ملاکتون. بله. چی بود برای انتخاب افراد؟ ملاک خاصی نداشتیم دیگه، چون کار میکردیم یه روال خاص کاری داشتیم، شخص به خصوصی یا یه حرفه‌ای یا چیزی نداشتیم. این نحوه سرقت شما از کی یاد گرفته بودید؟ میدونی به کجا میخوام برسم؟ یکی از برادرای شما هم به خاطر بحث سرقت مغازه داخل زندانه. بله داخل 9 سال داخل 9 سال داخل زندانه. مثلا اون به صورت مسلحانه بود سرقتاش؟ سرقت مسلحانه نداره، اتهام سرقت مسلحانه بود. اتهام حالا سرقت مسلحانه. از اونم تبرئه شده. حالا ما پرونده برادرت رو نمیخوام اینجا باز. نه تبرئه شده میگم، الان سر رد مال زندان. اصلا ایشون بی گناه. بله. این پیشنهاد رو برادر شما تو زندان به شما نداد؟ اصلا برادر من از سال 87 زندانه، من توی سربندر توی اهواز. به ما گفتن که برادر شما یه نوع به نوع این مغز متفکر. نه اینا یه چیزایی که باستاب میگن که بزرگ بکنن. یک سارق عادی مثل همه بود، فقط سر یه سرقتی که واقعا هم خدا شد حالا داره حبسش هم میکشه، مجبورم نیستم بگم. یعنی توی این سرقت ها به هیچ عنوان دخالت نداشت؟ اصلا. حتی پیشنهادی به شما نداد که شما مطرح کردی با برنامه؟ شما میتونید رو در روتون میکنیم، رو در رو کنیم، میتونید اصلا استعلام بگیرید که ببینید من تو 3 سال گذشته اگر یک بار به ملاقاتش رفتم من همه چیزو گردن میگیرم. من باهاش اصلا صحبتم نمیکردم، فقط هزینه زندانشو میدادم. بحث سلاح سردی که همراهتون بود به خاطر چی بود؟ سلاح سردی همراه ما نبوده، تمام خدا را شکر تمام سرقت های ما زیر دوربین بود. خب چرا بدون سلاح میرفتین سرقت؟ سرقت های ما همیشه نصف شب بود دیگه، موقعی که همه خواب بودن. چقدر تایم میذاشتیم برای سرقت؟ تایم خاصی نبود، سعی میکردیم همیشه زیر 5 دقیقه باشه که بیشتر موقع میشه. تخریب درا چقدر طول میکشه؟ تخریب درا اگه فقط قفل بود توی مثلا کمتر از هر قفلی کمتر از 30 ثانیه. یعنی هر قفلی که مثلا الان مغازه دار تصور میکنه که میزنه سرقتی به واسطش انجام میشه در عرض 30 ثانیه از بین. یه دونه قفلش میگم، یه دونه قفلش تا حالا میشد 4 تا قفل میزدن، 5 تا قفل میزدن. 5 تا قفل هم میزد شما تخریب دیگه اگه راه دستی داشت جایی که راه نداشت انجام نمیدادیم. یعنی چی راه دست داشت؟ جاهایی که اون قیچی که میگم وسیله کار که مثلا میگم میباره با قدرتی میخواد که بتونی تخریب کنی. خب شما فقط قیچی نداشتین، هوا برش هم داشتین؟ هوا برش دیگه به جایی که برسه، بعضی جاها از بالا از تو میزدن دیگه، هیچ کارش نمیشد بکنی. بعدش این مغازه چطور باید انتخاب میشد؟ مغازه دار مثلا یکی جاش خیلی مهمه، جاش باشه، مثلا جاش جوری نباشه نزدیک به کلانتری نباشه، گذر خیلی گذر نباشه، ماشین خیلی رد نشه، چون یه زمان تایمی داری که باید تایم و کار انجام بدی. نه برای بحث خود مغازه مد نظر بود. فقط از تو قفل بزنن. از داخل بزنن؟ از داخل بزنن بله. که امکان تخریب قفل وجود داره؟ خیلی کم. شما موقع با کرکره رو آقا یک مدل کرکره کنده میشه، فقط آکاردونی کنده میشه. آها. هیچ کرکره دیگه با کشیدن کنده نمیشه. آکاردونی هم چون تو ریله میاد و میره، اون اومدنش با ریل باعث میشه بهش فشار بیاد و کنده بشه، یعنی هیچ کرکره دیگه کنده نمیشه، فقط بارش پیدا میکنه. تو این سرقت ها که میرفتیم به غیر از دوربین های مدار بسته مغازه بودش که مثلا آژیری داشته باشه، آلارمی داشته باشه؟ تمامشون دارن آژیر دارن. این هیجان طلبی رو کجاهای زندگی دیگه داشتی بهمن؟ بیشتر تو رانندگی. خب تو رانندگی فقط؟ تو رانندگی مثلا جایی که میرفتیم. چند تا سوال ازت میپرسم. بوده که دوره های چند روزه این علائمی که میگم داشته باشی؟ شبها کم بخوابی و روزها نیاز به خوابت کم باشه؟ شبها کم میخوابیدم، روزها هم نه. ولی روزها نیاز به خواب داشتی؟ یعنی روزها احساس خوابالودگی میکردی؟ زیاد نه. یعنی ممکن بود که شبها کم بخوابی اما روزها نیاز به خوابت کم باشه؟ بله.
دوست داشتی مثلا ایش وقت بانجی جامپینگ بکنی از جای بلند بپری تو رودخونه؟ بله انجام میدید. شده بود که گاهی وقتا احساس کنی تو یه مدت خاصی احساس کنی اعتماد به نفس خیلی زیادی داری؟ بله. آره؟ بله. و شده بود که گاهی وقتا احساس کنی کلمات به ذهنت هجوم میارن طوری که افکارت بپرند از این فکر بپری تو اون فکر؟ میشد خیلی موقع. میشد خیلی. بله. سابقه داشتی که بخوای به خود آسیب بزنی؟ یه بار. یه بار. چطور این اتفاق افتاده در چند سالگی؟ دوره کاردانی بودم. بعد با پدرم یه درگیری داشتم. بعد دیگه قرص خوردم. قرص چند تا قرص خوردی؟ 100 تا. 100 تا قرص. یادت هست چه قرصی خوردی؟ قرص دیاسپام خورده بودم که بعد معده‌مو شستشو دادن. دکتر گفتش که شانس آوردی که جذب نشده بدنت وگرنه چه اتفاقی بین تو و پدر افتاده بود بهمن که تو دست به این کار زدی؟ پدرم این مقدار اخلاقش تند بود، مثلا حرف هم دیگر نمیتونستیم قبول کنیم. مثلا تا یک کلمه حرفی زدم خشونت بود، مثلا قبول نمیکرد هیچ حرفی و یه ذره مثلا راه نمیومد. سابقه این خشونتی که تو داری در موردش حرف میزنی تا چه حدیه و تا چه سنی رو یادت میاد؟ خیلی از بچگی، زیر کتک خیلی زیاد. بچگی یعنی چند سالگی؟ از 7 سالگی. یه بارش رو برای من تعریف میکنی، همون اوایلش رو که خیلی برات ناراحت کننده بوده؟ پدرم چون کلن آدم عصبی بود، مثلا من یه کار اشتباهی میکردم یا یه حرفی گوش نمیدادم یا یه حرفی رو میزد که همون لحظه اگر انجام نمیدادم اینجوری نبود که مثلا در حد یه دونه تو گوش آدم زدن یا دوتا فوش دادن مثلا تموم شه، در حد حداقل 1 ساعت کتک بود، در حد اونجوری بودش که خودش خسته شه. اینا که داری برای من تعریف میکنی لبخند تو چهرته دیگه. به نظر خیلی اتفاق ناراحت کننده ای میاد اینایی که داری برای من تعریف میکنی، یعنی نمیدونم اگر جای تو بودم چه احساس بدی میداشتم، ولی تو چرا داری میخندی بهشون؟ انقدر شده بود مثلا عادی بود دیگه، مثلا چیزی نبود که این یه باره دوباره، همیشه همینجوری بود. به من میگی که ما روابط خانوادگیمون خیلی عمیقه و این بودنش قاعدتا خیلی میتونه خوب باشه. فرهاد، اینجا توی پرسشنامه‌ای که لطف کردی برای من پر کردی یک چیزی به شدت نظر منو جلب میکنه. جلوی عبارتی که نوشته برای مدت زمانهای طولانی مرا تنها میگذاشت زیر کلمه مادر تیک زدی. پدر تیک زدم متوجه نیست. یعنی پدر شما رو زیاد تنها میگذاشت؟ بله، چون راننده بیابون بود، راننده چیز بود، میرفت اصلا بعضی موقع 1 ماه 20 روز شاید بیشتر توی جاده بود. اینا واسه قدیم ها سن پایین ما بود که بودیم. تا چند سالگی پیش میومد که شما پدر رو کم ببینید؟ حدودا شاید تا 20 سالگی، 21 سالگی، 2 سالگی. چه احساسی داشتی وقتی که پدر نبود؟ چون ما تو منطقه زندگی میکنیم که طایفه‌ایه، فامیل به هم خیلی نزدیکیم، احساس آنچنان سختی نبود. نبود. آره، چون فامیل همه دوره هم بودیم. تنها نبودم که بخواد زیاد به من فشار بیاد، ولی کلن پشتیبان خوبی نبود واسه من پدرم. منظورت چیه پشتیبان خوبی ببین... نبود برام پدرم؟ پدرم هم مستقیم رو خانواده خودش زوم نبود. برادراش شاید بگم بیشتر از ما، ولی به اندازه ما مهم بودن واسهش. برادرزاده هاش، برادرش، برادراش، اینقدی که به اونا اهمیت میداد شاید بعضی موقع به برادر بزرگتر من که الان تو اهمیت نمیداد، یه کارهایی که باید واسه ما میکرد نمیکرد. شده هیچ وقت اینو بهش بگی؟ بارها. چی بهش گفت؟ یه گفته نه، من همه کار واسه شما کردم، که واقعا نمیکرد. منظورش از همه کار برای شما کردم از نظر خودش چیه؟ نظر چون خودش... الان دیگه پیرمردی شده. آره دیگه، الان دیابت هم داره، مریض هم هست، خیلی موضوعش ان شاءالله که خدا شفاشو بده. از نظر خودش برای شما کارهای زیادی کرد. از نظر خودش کارهای زیاد اینه که مثلا ما رو بزرگ کردیم، باید ما رو بزرگ نمی‌کرد. ما باید کسی دیگه میومد خرج ما رو میداد که از
کوچیکه. آها، منظور اون از اینکه من خیلی کارا برای شما کردم اینه که زحمت‌های زیادی کشیده، یعنی هزینه‌های زندگی. گفتی که راننده کامیون بودی. بله، خب واسه خودمون کار سختی هم داشته. کار سختی هم داشته، ولی چون راننده مردم بوده چیز زیادی چیز نبودی، حقوق ماهیانه بوده. به نوعی میتونیم حالا اسارت شما رو اگه تایید کنیم نان آور خانواده شما. دقیقاً. شمایی که مدعی هستی نان آور خانه هستید اینجا چه کار میکنی؟ دیگه اینقدر تو فشار درآمد داشتی، قهوه خونه داشتی، میبستم قهوه خونه حد در باشه؟ نه نه میبستم. هر کاری هم که میکردی حداقل طبق اظهارات خودتون درآمدی که داشتی بیشتر 1.2 میلیون تومان بود، نمیشد؟ چون ما 600-700 تومان اونجا اجاره خونه میدیم، هزینه خونه بموند، برادرم بموند، وکیلی که میتونست بعضی موقع واسش بگیرم بماند، هزینه تصادف برادرم که 3 ماه یک بار باید میرفت قول من، ما 3 تا عمل رو پاش انجام دادیم تا حالا بماند، هزاران یه مشکل دیگر بماند، تمام این بماند ها بماند. جای شما اینجا بود؟ قبول نمید. الان جا سرگرد 32 سال خارج از سالایی که شما میپرسید، من 32 سال سن دارم، شما میتونید استلام بگیرید چیزی که شما سابقتو میدونیم که نداری. چون برای همین دارم سوال میکنم آقا فرهادی که سابقه نداره و میدونه اگر سرقت انجام بده مثل برادرش گرفتار میشه، خب یک شغل بهش ایراد گرفتن ما نمیشون، چرا نرفته مولی شغل دیگه؟ حقوق درآمدش نمیرسید. سرقت میرسید؟ همیشه کم میآوردم، همیشه کم میآوردم. سرقت رسید؟ فکرم میرسه، نمیدونم بدتر از بد دیگه میگم تخت، همیشه فکر میگم میرسه ولی نمیرسید. همیشه فکر میکرد که با سرقت به تای خط میرسی. میرسی فکر میگم اما رسیدی؟ به اون چیزی که باید میرسم ولی نرسیدی. رسیدی؟ نه، نابودم شده. فرهاد، به نظر تو دنیا جای ناامنیه؟ تو الان آره. احساس میکنی که ممکنه دیگران باعث آزار تو بشن؟ اصلا خود جامعه آزار میده همه چیزو، دیگران، کل زندگی، خرج، مخارج، مریضی، نداشتن، همه چی آزار میده، همه چی خطر، زنگ خطر. چون اینجا برای من نوشته بودی که نگرانی که نکنه یه اتفاق بدی دائم بیفته. همیشه منتظر اتفاق بد بودم، اتفاقی که یک لحظه، مثلا نمونهش برادر کوچیکتر من یه تصادف کرد که سر تصادفش ما حد 3 سال اینو نگر داشتیم که فقط عمل جراحی پاشو بتونیم انجام بدیم. میلنگی. برداشت تو از مجموعه این اطلاعات این هست که دنیا جای ناامنیه و من باید دائم گوش به زنگ باشم که نکنه اتفاق بدی اتفاق باشه. ناامن بودن، امن بودنش هم داشتن پوله و امنیت رو در پول میبینم. امنیت رو در پول میبینم، میدیدم آره، الان نه. الان در چی میدیدی؟ الان میبینم که واقعا برنامه‌ریزی خوب، احتیاط میتونه مثلا امنیت بیاره. من اگه محتاط بودم میرفتم سر زندگیم، یه کار یه جوری زندگی میکردم که شرایط ایجاد نکنم که خطرناک باشه، امن‌تر میشد، خود به خود امن میشد. میخوام بدونم که اون چیزی که باعث میشه که فرهاد اینقدر انگیزه پیدا بکنه که 4-5-6-7 نفر رو جمع بکنه تا برن یه ماکسیما بدزدن، سیمبوکسل ببندن بهش، در پنجره‌ای و کرکره‌ای مغازه رو بکنن، و خب این کار خطرناکی. بله. یعنی قاعدتا میتونست جون شما رو هم به خطر بندازه و این کار رو انجام بده. این انگیزه از این میاد که تو نگران خانوادتی. من میدیدم با کار با 1 تومن 2 تومن 3 تومن حتی نمیتونم زندگی روزمره رو بگذرونم. اگه حالت عادیش در طول ماه میگفتیم خرج خیلی پایین میاریم، فلان چیزو خرج نمیکنیم، فلان چیزو نمیخوریم، ماهیانش میتونه این، ولی یه اتفاق میافتاد، یه صانعه رخ میداد، ما مونده بودیم. پس این انگیزه میشد که من باید یه دفعه پول تو دستم میومد که آینده برادر، مادر، پدر همه تامین میشد، که دیگه جون خودم مایه گذاشتم که همچین چیزی بشه، دینش، گناهش، حق و ناسش همه رو به جون خریدم. تو احساس میکنی ناجی خانواده تو؟ همچین احساسی میکنم، میکردم، ولی الان اشتباه میکنم، نباید این کار میکردم. الان اونا بدتر از بدتر شدن. اگه یه امیدی داشتن من بودم، الان اون امیدم ندارم.
پلیس تو دوران مدرسه چطور بودی؟ روابطت، درست و... من از سوم ابتدایی با مدرسه اخراج شدم. خب چرا؟ جلو پای مدیرمون یه دینامیت انداخته بودم و دیگه از اون به بعد غیر انتفاعی درس خوندم. چی شد که زیر پای مدیرتون دینامیت انداختی؟ تو همینجوری هیجان، یه دفعه همینجوری هیجان دوستان تو رو تشویق میکردن؟ تشویق دوستان دو سه نفر بودیم. میخوام به من بگی که از این عواملی که میگم کدومش مؤثرتر بوده و کدومش کمتر؟ مثلا تو همین قضیه دینامیته درست. تشویق دوستان و تایید اونها، هیجان طلبی، آزار دادن مدیر. آزار دادن که اصلا چیز نبود، چون اصلا تو این بادیا نبود، هدف نبود. اینکه مثلا دوستان میگفتن این کارو بکنی، من دوست داشتم اولین نفر این کارو انجام بدم. تو فکر میکنی چقدر دوست داری آدم ها بگن واو بهمن، چقدر بهمن، بهمنو ببین، بهمنو دیدی دیگه؟ انقدر اینو تو ذهنم بود که الان به اینجا رسید دیگه. این تو این قضیه الان دخیله این تایید طلبیه؟ چطور برای من تعریف میکنی که تو این اتفاق 17 تا سرقت چطور ممکنه این تایید طلبیه وجود داشته باشه؟ مثلا این تعریف هایی که میشد، مثلا همین دوستم یا کسایی که میومدن، ما دو نفر همیشه ثابت بودیم. آها. بعد هی دو نفر یه نفر عوض میشدن. اون تعریفه که فرهاد ثابت بود، اون تعریف هایی که هی میشد، اون تشویق هایی که هی میشد دیگه، آخر اون هیجان طلبی هم روش میشست. سرتر بودنه، جلوتر از بقیه بودنه و تایید شدنه و ناتوانی در نگفتنه، در رابطه تو با فرهاد چطور این رابطه رو پیش برده؟ دقیقا هم اینجوری بود. اول که گفتم از همون رانندگی شروع شد، بعد نگفتنم توی رفاقت با اون بود. فرهاد در مورد آشناییت با بهمن به من بگو. تو اولین دیدارت چه برداشتی از بهمن داشتی؟ واقعیتش از هم اون هم من از هم دیگه خوشمون نمی اومد. خوشتون نمی من به دیدگاه یک آدم مثلا ببخشید سوسولی آدم پولدار فلان همچین نباشه که اون همه چیز داره، دستش به همه چی میرسه و من اونم از کلا از سیستم من خوشش نیومده بود، چیزی که خودش داره میگه. بعدش هم برخورد دید که مثلا من خودش میگه اونی که فکر میکردم نبودی. و منم همینطور. فرهاد چون هر هفته باید هزینه برای خونه میدادش، بعد هزینه‌اش زیاد بود، بعد ما مثلا این سرقتایی که انجام میدادیم یک جا پول نمیشد، میموندش. توی جملت یک نوع حس دلسوزی بیش از حد تو رو نسبت به فرهاد میبینم. خودش هم میدونه، خودش هم گفته. این رو نسبت فقط به فرهاد داری یا کلن این رو داری؟ کلن هست، اما نسبت به این بیشتر بود چون میدیدم چجوری شرایط. چقدر احساس میکنی که نباید آدم ها از تو ناراحت بشن؟ من دوست نداشتم ناراحت کسی ببینم. شده بود وسط این 17 تا سرقت تو به این نتیجه برسیدی که چی بشه بعد بخوای بیای بیرون اما نتونی، یا نه شده بوده؟ چندین بارم مطرح کرده بودم بهش. خب بعد اما میگفت مثلا این یه دونه، این دوتا رو و اون چیزی که تو ذهن تو بود برای اینکه ادامه میدادی این روند فقط برای اون بود. خودش هم میدونه و میگه فقط تو برای اون بود. فقط. تو برای اون. تو احساس نکردی زمانهایی بوده که بهمن نمیخواسته یک کاری رو انجام بده اما به خاطر تو اون کار رو انجام داده؟ اصلا یه همین چیز نبود. این احساس رو نداشت؟ نه، من این چیز رو نه. یعنی فکر نمی کنی که بهمن دیگه میلی نداشته، این انتخاب رو نداشته که ادامه بده؟ این میل بیشتر من نداشتم. بیشتر نمیگم اون داشته، بیشتر اگه بخواید درجه بندی کنی بیشتر من نداشتم، چون من یه آینه روبروم مثل برادرم بود میدیدم عاقبتش. چی باعث میشد ادامه بدید؟ یه سقفی واسه خودمون در نظر گرفته بودیم که مثال اینقدر پول داشته باشیم که بتونیم این کار رو شروع کنیم. هر کار میکردیم به اون پول نمیرسیم. اگه بخوای حرف دلتو به فرهاد بزنی چی بهش میگی؟
حرف دلی که میزنیم دعوامون میشه دیگه. چرا؟ میگم تو مقصر بودی که اینجوری شد، تو اولین پیشنهاد دادی یه تو نمیومدی. تو صحبتی با رفیقت داری بهمن؟ اونم بنده خدا مقصر کی بود این وسط به نظر خودت؟ نمیتونم کسی رو مقصر بدونم، مقصر فکر خراب خودم، کسی که نبود راهنماییم کنه. تو ادامه دادن این سرقت مقصر کی بود؟ میشه گفت جفتمون. جفتتون؟ بله. اون متهمو بیارید. بهمن اون سوالی که با هم تنها بودیم رفیقت اینجا نبود، یه بار دیگه ازت میپرسم خودت جواب بده، مغز متفکر این سرقت کی بود؟ فراد بیشتر بله. لحاظ شناسایی و جنس نه ترس. این جوابی که به من دادی گفتی که برادر فرهاد، برادرشون بله چون قبلا بودن، اما فرهاد میگه که حتی ما دخالتی نداشته تو این سرقت ها لحاظ فکری، لحاظ قدیم بوده، برادرشون چند سال الان زندانه. میبینم تو زندانه بله. اینکه طراحی چطور سرقت انجام بده، این کدوم مغازه انتخاب بشه، اینا رو برادرش به شما منتقل کرده؟ منتقل نکرده بود، ایشون قبل اطلاع داشتش که چی به چی. من احساس میکنم تو آدم وجدانمندی هستی، آدمی هستی که وقتی کسی میگه که خانواده من به من نیاز دارن برای پول و احساس میکنم که دوست داری حداقل تلاش بکنی شرایط انسانی رو تو ذهنت رعایت بکنی، این وجدانه زمانی که داشتی سرقت میکردی کجا رفته بود؟ ببین یه جایی آدم خودشو با یه چیزی قانع میکنه، من قانع شدنم این بود که مثلا حالا درست نیست دارم میگم درست نیست، خودم رو قانع میکردم که داریم از آدمایی میزنیم که احتیاجی ندارن، مثلا اگه یه چیزی از ما داریم میبریم فکر کن صدقه سر بچه‌شو میشه. آها، یعنی تو یک سری اعتقادات و باورها داشتی. داشتم اما بر اساس شرایط اون موقع یک سری فلسفه ها و منطق ها برای خودت ساختی که اونها رو توجیه. آره ما فکر میکنیم داریم یه جایی یه چیزی میبریم که به یارو حتی یه ضربه ناراحتش هم نمیکنه. این مثل رابین هود. آره دیگه. فکر میکنی مسئولیت موقعیت کنونی تو با کیه؟ مسئولیت کارم خودم باید قبول کنم، با کسی نیست، خودم این کارو کردم، ولی من چون واقعا الان پشیمونم از کارم چون خیلی راه هست، من کوتاه‌ترین راه انتخاب کردم. آخه من گفتی که این 2 میلیون 3 میلیون تومان خیلی پول کمیه، فایده ای نداره بخوام در بیارم مثلا از مسافرکشی و چه میدونم کارهای اینطوری. واقعا کم بود و همین الان هم بخوام بکنم کمه، ولی کم. دیگه هیچ کی از گشنگی نمیبینی، هیچ کی از فشار بیماری، ولی من دوست داشتم، منم جوونم، خیلی آرزو آدم داره. برای بیرون اومدن از زندانت برنامه‌ای داری از الان؟ برنامه‌ام دوباره خانواده‌مه دیگه، ولی نه با این شرایط. خانواده‌ام دیگه باید، من پدرم الان 63 سالشه، تو 2 سال آینده اگه خدا کمک کنه دیگه بازنشستگیشو میدن. خب. اون خودش میاد که مثلا خرج پدر و مادرم حداقل دو تاشونو میده. برادر کوچیکترم هم سر زندگیش میره دیر یا زود میمونه خودم، یه داداش هم دارم یا زود یا دیر میاد بیرون از زندان، مرد بزرگه میتونه خودش دیگه، میمونه خودم. اول از همه باید چه کسی رو ببخشی؟ باید با خودم کنار بیام، بخششی نمیدونم، با خودم کنار بیام، وجدانم رو ببخشم. هیچ کی بد نیست، هیچ کس ذاتن آدم بدی نیست، کسی نیست که بخواد. ما انتخاب های بدی داریم، فقط انتخابمون بده. من خواهشی که از شهروندان عزیز دارم، کسبه محترم که نوع کسبشون به شکلی است که اجناسی که در داخل مغازشون هست از ارزش بالایی برخوردار هست، حتما از مشاوره پلیس استفاده کنن، از مواردی استفاده کنن در مغازه هاشون که ایمنی مغازه رو بالا ببرن تا جایی که امکان داره. البته پلیس همیشه حضور داره و قطعا با کسایی که مخل نظم و آرامش مردم باشه برخورد قاطع خواهد کرد. شرایط، اتفاقات و
مسائل مختلفی میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه ما تصمیم بگیریم انتخابی انجام بدیم و رفتاری بروز بدیم که بتونه برای ما ناکارآمد باشه. اما قطعاً اگر ما به عواقب اون بیاندیشیم، ممکنه در انتخاب اون رفتار بیشتر تأمل کنیم. مثل همه برنامه‌ها، این برنامه رو هم با این جمله پایان می‌رسونم. فرهاد و بهمن مسئولیت این انتخاب نادرستشون رو پذیرفتن. ما به عنوان جامعه و ما به عنوان خانواده چه مسئولیتی در رسوندن فرهادها و بهمنها به این جای اکنونشون داریم؟ در پناه خداوند بزرگ باشید. حالا دیگر بدرود.